زمانی که صدها فرو می ریزد، صدها که نبوغ فوق‌العاده پیروزی بشر است و بدون آنها بشر نمی توانستند این سیاره کوچک آبی را استعمار کند. صدها که منبع بزرگ حیاتند، اگر شکسته شود چه فاجعه‌ای را خلق می کند. ما فقط زیبایی آنها را می بینیم و کمتر در مورد فرو ریختن آنها فکر می کنیم که ممکن است در مسیرش هرچه هست را نابود کند. ما شما را از ده بزرگترین حادثه صدها در جهان آگاه می سازیم. در ادامه با بوداپرس همراه باشید. سد تیواد. سد تیواد که در سال 2000 در مهاراشترای هند ساخته شده بود، اما در زمان بارانی مدت متوالی باران باعث شده بود که این سد ترک بردارد. مردم از ترک افتادن در سد تیوادی سالها قبل گزارش می کردن، اما مقامات هیچ کاری نکردن و نتوانستن تصمیم بگیرن که سد به کدام منطقه تعلق بگیرد. از آنجا که هیچ کس نمی توانستن مسئولیت نگهداری آن را بر عهده بگیرد، در شب 2 جنوری 2019 با ادامه یافتن باران و با ریختن آب سیلاب در سد، سرانجام سد فرو ریخت که 7 روستای پایین دست و حیوانات آنها زیر آب شدند و همچنین 3000 نفر زخمی که 19 نفر در این فاجعه کشته شدند و 4 نفر دیگر مفقود. در طی تحقیقات بعدی نشان دادند که علت خرابی سد خرچنگ ها بودند. شاید شما شنیده باشید که انبوهی از خرچنگ ها در آب شیرین در زیر پایه سد جمع می شوند که باعث آسیب دیده شدن سد می شوند و در نهایت به خطر افتادن تمامیت ساختاری آن. آره، خرچنگ ها همین کار را می توانند. ژیپن ژینم نویدم. هنگامی که ما به لاوس فکر می کنیم، بسیاری از ما آن کشور را مرکز پر رونق نیروگاه های انرژی آسیا تصور نمی کنیم. اما در گروه بندی از سد ای، سد لاوس را به عنوان یکی از نیروگاه های انرژی پاک جهان شناختند. همانطوری که میبینید، اهمیت این مجموعه باعث شده است که حفظ این سدها از اولویت های اصلی برخوردار باشد. به همین دلیل وقت مشکلی در یکی از سدهای فرعی مشاهده شد، در حالی که کارگران تمام تلاششان را برای ترمیم بخش های آسیب دیده انجام میدادند، اما مسئولان بلافاصله از آن مطلع شدند. برای تخلیه اطرافیان به روستاها دستور دادند که خانه هایشان را ترک کنند، اما باران شدید و فرسایش جاده ها باعث شد تخلیه روستا به کندی مواجه شوند که در اوایل صبح 23 جنوری حرکت وسایل نقلیه از نظر ظاهری دشوارتر شدند. تنها چند ساعت پس از کشف خسارات، روستاییان پایین دست گفتند که فرار میکنند تا ساعت 3 بامداد سه شنبه نزدیکترین روستا ساعت 9 صبح در زیر آب غرق شدند و مردم به سقف خانه های خود بالا شدند که 6600 نفری آنها به پشت بام ها رفته بودند. سد کزل آگاش. در استان آلماتی قزاقستان ساخته شده سد کزل آگاش سالها قبل وقوع تخریب آن قابل پیش بینی بود. باران های شدید و گرفتگی ناگهانی دما سد را مانند تخم مرغ فاسد ساخته بود و دیواره های آب به درون شهر فواران می کرد. در مسیر خانه ها، جاده ها و حتی یک پل بزرگ را در بر گرفت که حداقل 43 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند که در برخی گزارش ها این تعداد بیش از 200 نفر تخمین زده شده است. تعیین تعداد دقیق کمی دشوار است که مقامات محلی از سرشماری رسمی آن امتناع کردند. تعداد جان باختگان هرچی باشد، اما هیچ کس در کزل آگاش این تراژدی که در مارچ 2010 اتفاق افتیده را فراموش نخواهند کرد. امیدوارم که این حادثات هشداری باشد برای کسانی که از بقیه سدهای جهان مراقبت کنند. سد پاتل. سد پاتل یکی از چندمین سد موجود در مزرعه گل در دره رفت در کنیا بود. به دنبال خشکسالی طولانی و با پایین آمدن ریگ‌های سنگین باعث شد که ساختار سد را تضعیف کند. طغیان سیل در جنگل از نزدیکی این تخته سنگ ها به سمت سد سرازیر شدند و در نوی مه 2018 وضعیت را دگرگون کرد و آب دریا باعث سقوط دره شده و دو دهکده را زیر آب کرد.
حداقل 47 نفر درگذشتن، 40 نفر دیگر ناپدید هستند. هنگامی که مقامات برای بازرسی از سدهای باقی مانده به مزرعه اعزام شدند، آنها این حادثه را نه تنها طوفان توصیف نکردند، بلکه آنها گفتند که همه سدها بدون مجوز ساخته شدند و به همین دلیل غیر قانونی بودند. صاحبان مزرعه اظهار داشتند که سدهای آنها 20 سال قبل در زمان پدر بزرگشان ساخته شدند. امیدوارم سدهای باقی مانده در جای خود بمانند. سایانو شواشن شکیادم بزرگترین سد هیدروالکتریک در روسیه است که دارای 80 طبقه بلندی و بیش از نیم مایل پهنا دارد. انرژی کافی برای تأمین برق شهر 4 میلیون نفری را فراهم می‌کند و با فشار آب بیش از 10 توربین عظیم کار می‌کنند. در 17 اکتبر 2009 کارگران برای آنچه که انتظار داشتند یک روز تعمیر عادی باشد کارخانه را نشان دادند. مشکل هنگامی در این کارخانه ها شروع شد که بخش نظارتی توربین شماره 2 درخواست برای بازگشت دادند. ساعت 8 صبح هنگام شروع کار انفجار صورت گرفت و توربین تا 500 فوت در هوا پرتاب شد. سیستم امنیتی به هم خورد و توربین های باقی مانده همچنان. خوشبختانه این سد نتوانست به طور کامل فرو ریزد و بعد از اینکه 75 نفر جانهایشان را از دست دادند، کارگران توانستند آب را متوقف کنند. سد برومادینو. خسارت های ناشی از فروپاشی سد برومادینو در برزیل، فرماندار گفت، تصورش سخت است که کسی زنده بماند. شانس بازیابی بیش از 300 کارگر مفقود شده اندک است. در ابتدا این سد ساخته شده بود تا پسمانده های باقی مانده معدن را سد کند. برای چند سال غیر فعال بود. بعد از آن که یک شرکت آلمانی برای نظارت ایمنی سازی سد استخدام شد، در آخرین بار اعلام کرده بودند که معدن پایدار است. نه آژورهای هشدار دهنده سد هرگز خاموش شدند، نه لجنهای آبشار معدن متوقف شد. وقتی جاده ها را اشغال گرفتن، مردم در شهرک اطراف که در طغیان گیر مانده بودند، ذریعه هلیکوپترها نجات داده شدند. مقامات به سرعت گفتند که هیچ علت مشخصی برای فروریزی سد وجود ندارد، در حالی که فعالان همچنان برای تحقیق بیشتر در قبال این حادثه غم انگیز و قابل پیشگیری اصرار داشتند. سد واژون به اندازه کافی غم‌انگیز است که یک سد خراب شود، اما هنگامی که یک سد با شکست مواجه می شود که دولت هر گزارشی را نادیده می گیرد و این عصبانی کننده خواهد بود. سد واژون بلندترین سد جهان است که در 60 مایلی صخره در خارج از ونز ایتالیا ساخته شده بود. این شاهکار غرور و نبوغ انسانی 280 متر طول و 22 متر ضخامت داشت. با دلیل وسعت آن تا حدود انتظار می رفت در طی فرایند پرشدن آن لغزش زمین صورت بگیرد که سیاست مداران از اعلام هشدار دهنده مبنی بر این که این اسلاید سریعتر از حد انتظار در طی 45 ثانیه اتفاق می افتد نادیده گرفتند که بیش از 103 میلیون متر مکعب خاک درختان و صخره ها درون آب فرو آمدند که نتیجه آن سرازیر شدن سونامی دست ساز بشر شد و خانه ها ده ها متر زیر خاک فرو رفتند. 2000 نفر آن روز جانهای خود را از دست دادند و دولت سر تلاش کرد که طبیعت را مقصر این حادثه بداند که خوشبختانه حقیقت کشف شد. سد فورک جنوبی ساخته شده از خاک و سنگ. سد فورک جنوبی در سال 1852 با هدف صحیح تأمین آب در بخش‌هایی از کانال پنسیلوانیا ساخته شده بود که این سد ساخته شده 918 فوت طول و 72 فوت بلندی داشت. این سد حداقل به یک سرریز 150 متری احتیاج داشت. با این وجود ساخت و ساز تمام نشده 70 فوت باقی مانده بود که به مدت 2 دهه متوقف شد، تا اینکه بخشی از آن در سال 1879 توسط آب برده شد. این ملک پس از آن به مردی به نام بنیامین راف فروخته شد و او قصد داشت آنجا را جای تفریحی برای ثروتمندان تبدیل کند که شامل یک خانه شکارگران قیمتی می شد. با سازی شکستگی سد با کمی گل و بعضی از علفهای خشکیده طبیعی به درستی انجام نمی گرفت. در تاریخ 31 می 1889 پس از طوفان قابل توجه، این سد دچار یک فاجعه بزرگ 20 میلیون تن آبی شد که بر فراز سد فرو ریخت و در 14 مایلی زیر رودخانه جاستاوان پنسیلوانیا سقوط کرد و محققان پنسیلوانیا فرو ریختن سد را مستقیما به تعمیرات زباله ربط دادند که 2209 نفر جانهایشان را از دست دادند، اما سد با مشخصات قبلی بازسازی شد. مکچوتودم یکی از بزرگترین سدهای ساخته شده دست بشر در طول تاریخ است. یک بار به عنوان یک حادثه طبیعی فرو ریخت.
اما یک کتاب جدید که شامل خرابی سد میچوچوچو می شود کشف کرد که فاجعه قبلی طبیعی نبوده، در حین ساختن اشتباهاتی در یک قسمتی آن رخ داده است. کارگران سد مقدار قابل توجه از آب را که 12 فوت در شهر موبی عمق داشت در نظر نگرفته بودند. علائم هشدار دهنده و گزارش ها توسط دولت گجرات نادیده گرفته شده و سد قبل از آن که پر شود دچار شکستگی شده بود. اول از همه این سد با بلندی 2.5 مایل از خاک سخت ساخته شده بود. حتی سیمان براحتی می توانست از آن فاصله شکننده شود، اما به دنبال حادثه 11 اکتبر 1979 در روز باران پی هم رخ داد. از آنجایی که سد از خاک ساخته شده بود، تمامی آن آب از بالای سد سرازیر شدند. سیل نیرومند همه چیز را در مدت 20 دقیقه بیرون کشید و شهر را تحت آب قرار داد. شمار تلفات 5 تا 10 هزار نفر تخمین زده شده بود، زیرا هیچ کس حتی به خود زحمت ندادند که شهر را تخلیه کنند. سد بانکیو در اکتبر 1975 بود که بر روی استان هنان در شرق چین فرو ریخت. منظور ما از باران شدید در یک روز است که بیش از میانگین بارندگی سالانه بارید و در روز بعد فراتر از 16 ساعت و سپس در روز سوم 13 ساعت اعلام کردند. اگر دولت چین به هیدرولوژیک شنشینگ گوش نمی کرد، چنین برنامه بزرگ نخواهد بود که برنامه وی برای افزودن 12 عدد سلایس به سد خروجی فشار را کاهش می داد. در عوض آنها او را اخراج کردند و در 8 اکتبر به 5 عدد کاهش یافت و باران متوقف شد و همه شادمان شدند. ناگهان با باز شدن سد یک حادثه وحشتناک رخ داد. دیوار مشکوک 20 فوتی آب برای عموم مردم شکست، یک واکنش زنجیره‌ای را آغاز کرد و قبل از این که شب تمام شود 62 نفر پشتری هم شدند، 29 هزار نفر از بین رفتند و مابقی برای زندگی به درختان چسبیده بودند و روی پشت بام‌های ساده بودند. با این حال بسیاری از بازماندگان از گرسنگی و بیماری رنج می‌بردند و از بین می‌رفتند. به طور کلی تلفات جان باختگان به 230 هزار نفر رسید که تمام مصیبت قابل پیشگیری بود. دوستان محترم، این بود سدهایی که فرو ریختن. امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.